به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت محصلین نهایت گرامی. امیدوارم که صحتمند باشن. در جلسه هفتم از تدریس مضمون حقوق وجایب یک به خدمت شما هستم. در جلسه پیشتر در ارتباط با عیوب قصد صحبت کردیم و در این جلسه در ارتباط با قبل و اکراه که خب باز هم در زیر مجموعه عیوب قصد هستن صحبت خواهیم کرد. قبل در لغت به معنی کاستی و زیان دیدن و اصطلاحاً گفته میشه که به معنی عدم متعادل و عدم غیر برابر بودن یکی از عوضین در مقابل دیگریه. در حقیقت اون چی که در قبل مد نظره به این معنی هست که شما بین قیمتی که پرداخت میکنین و مبیعی که دریافت میکنین تعادل وجود نداشته باشه، یعنی جنسی که 1000 افغانی باشه شما با 3000 افغانی خریداری میکنین، یا برعکس فروشنده جنسی رو که 3000 افغانی قیمت داره رو خب 1000 افغانی به فروش میرسونه. همین عدم تعادل و برابر بودن قیمت ها رو به نام قبل یاد میکنه. قبل رو به دو دسته قبل فاحش و قبل غیر فاحش تقسیم بندی میشه، یا قبل یسیر. قبل آشکار و قبل فاحش در حقیقت قبل آشکار و بدون تردید در خرید یا فروش کالایه، یعنی اینقدر تفاوت قیمت فاحش باشه که این رو به نام قبل فاحش یاد میکنه. یک تعریف دیگه هم که مطرح شده از قبل فاحش اینه که یعنی عدم تعادل به نوعی باشه که در عرف قابل گذشت نباشه. مثلا اگه شما یک جنس 1000 افغانی رو بخرین 1050 افغانی، ممکنه خب زیاد پیگیری رو نباشین و از لحاظ شما قابل گذشت بشه که به 50 افغانی گرانتر خریدین. اما قبل فاحش اینطور نیست، بلکه تفاوت قیمت به نوعی باشه که در حقیقت قابل گذشت نباشه در عرف. و قبل یسیر هم خب متقابل تعریف قبل فاحش، قبل اندک و قابل اغماز رو میگن، یعنی در عرف قابل گذشت باشه. اما خب اینکه در عرف قابل گذشت باشه یا نباشه مسلما نمیتونه یک معیار و ملاک درست جهت تشخیص اینکه این قبل فاحش هست یا نه باشه، و در حقیقت خریدار و فروشنده رو ممکنه با نوعی تردید روبرو بکنه و حتی قاضی محکمه با نوعی تردید روبرو کنه که در هر قضیه تشخیص بده آیا این در عرف قابل گذشته یا نه. بنابراین در قانون مدنی یک ملاکی برای تفکیک قبل فاحش از غیر فاحش بیان کرده. ماده 571 قانون مدنی میگه قبل فاحش وقتی گفته میشود قبل وقتی فاحش گفته می شود که تفاوت بین قیمت حقیقی مال در هنگام عقد و قیمتی که مال در هنگام عقد و قیمتی که مال به فروش رسیده به 15% یا بیشتر از آن بالغ گرده. بنابراین اگر که تفاوت قیمت شما 15% یا بیشتر از او بود، می تونیم بگیم که در این معامله قبل فاحش صورت گرفته. اما در ارتباط با آثار از اونا، با توجه به اینکه قبل رو به یسیر و فاحش تقسیم بندی کردن، در ارتباط با قبل یسیر گفته میشه که موجب فسخ عقد نمیشه. اما قبل فاحش، ماده 571 قانون مدنی میگه هرگاه به سبب فریب یک طرف عقد قبل فاحش متوجه طرف مقابل گردد، یعنی قیمت کالا 15% یا بیشتر از او تفاوت وجود داشته باشه، فریب خورده می تواند فسخ عقد رو مطالبه بکنه. ماده 575 هم میگه اگر که شخصی در مورد او قبل صورت گرفته از قبل واقف بوده و با آن رضایت داده باشد، نمی تواند عقد رو فسخ بکنه.
بنابراین در قبل شرط هست که طرفی که در حقیقت فریب خورده و شخصی که قیمت بیشتری رو برای کالا پرداخت کرده از قبل و از این تفاوت قیمت آگاه نبوده و به اون رضایت نداشته باشه. گاهی اوقات در بعضی از معاملات ما شاهده هستیم که خب تفاوت قیمت وجود داره، یعنی ثمنی که برای جنس و کالا و مبیع پرداخت شده با قیمت مبیع همخونی نداره، اما بنا به علت خاصی که مثلا طرفین قرارداد داشتن خب قیمت بیشتری رو پرداخت کرده. بنابراین شرط هست که در قبل طرف از این قضیه آگاه نباشه و به اون رضایت نداشته باشه. اما یک شرط دیگه هم مطرح میکنه، گاهی اوقات ممکنه شخص فریب یکی خورده باشه و با توجه به فریبی که خورده به اون تفاوت قیمت رضایت داده باشه، که این هم در حقیقت میتونه حق فسخ رو برای طرف مقابل به وجود بیاره. اما یک مسئله و استثنایی رو قائل شده، میگه در ارتباط با اموال دولت و وقف و مال شخص مهجور قبل به هر شکلی که صورت گرفته باشه باعث فسخ عقد میشه. ببینید گاهی اوقات قانونگذار به خاطر حمایت از بعضی از افراد خاص و جلوگیری از سوء استفاده شرایطی رو وضع میکنه که افراد نتونن در حقیقت سوء استفاده بکنن و به نفع خود رو عملی رو انجام بدن. بنابراین در اینجا هم آمده به خاطر حمایت از در حقیقت اموال مال مهجور و یا به خاطر حفاظت از مال اموال بیت المال میاد میگه حق فسخ فسخ معامله در هر شرایطی که قبل صورت گرفته باشه انجام میشه. ماده 576 قانون مده میگه در عقودی که از طریق مزایده علنی صورت گرفته باشه اعتراض قبل جواز نداره، و ماده 577 میگه که هر با احتیاج یا عدم تجربه یا ضعف ادراک یکی از عاملین سوء استفاده به عمل آمده باشد و به اثر آن قبل فاحش در عقد موجود بشه، فریب خورده در خلال یک سال از تاریخ عقد میتونه حتی بطلان عقد رو مطالبه بکنه. این هم ماده قانونی هست که به خاطر حمایت از اشخاصی که به نوعی دارای درک ضعیفی هستن یا اینکه تجربه ندارن و یا اینکه ممکنه سودجویان از احتیاج یک سوء استفاده بکنن و مال از او و جنس از او به قیمت خیلی کمتر یا ملک از او قیمت خیلی کمتری خریداری بکنه، که در این صورت تا مدت یک سال میگه حتی حق شخص میتونه عقد رو باطل بکنه و در حقیقت درخواست بطلان عقد رو بده. اما بحث بعدی ما بحث اکراه. اکراه در لغت به معنی وادار کردن کسی بدون رضای او به کار است. اکراه در قانون در حقوق مدنی هم تعریف شده، میگه ترساندن شخص به گونه‌ای که برخلاف میل خود خود رضای به معامله بده. خوشبختانه قانون مدنی ما هم اکراه رو توضیح داده و تعریف کرده، میگه اکراه عبارتند از مجبور گردانیدن شخص بدون حق به اجرای عملی که با آن رضایت نداره، خواه اکراه مادی باشه یا معنوی باشه. بنابراین چندین عنصر در این تعریف میتونیم بگیم وجود داره. یکی این که مجبور گردانیدنه، دوم این که مجبور کردن بدون حق باشه، و سوم این که عملی باشه که شخص به اون رضایت نداشته باشه، یعنی که شخص اصلا از قبل هم قصد انجام و عمل رو نداشته باشه. و اکراه ممکنه مادی باشه یا معنوی باشه. اکراه مادی، توضیحی که و تعریفی که از اکراه مادی صورت میگیره این هست که اکراه است که ابزار اکراه بر جسم وارد میشه، یعنی خطری متوجه بر جسم و بدن افراد هست، به نوعی که مثلا ما او تهدید به ضرب و شتم بکنیم یا تحت شکنجه از او امضای بگیریم و او رو مکلف به و در حقیقت مجبور به امضای یک عقد قرارداد بکنه.
این اکراه رو به نام اکراه مادی یاد میکنن. اما در مقابل اکراه معنوی اکراهی هست که متوجه روح و اخلاق مکره میشه. به عنوان مثال شخص رو تهدید میکنیم که اسرار خانوادگی از او فاش میکنیم، یا امروز خیلی از این مسائل باب شده که مثلا تهدید میکنن که من عکس تو رو نشر میکنم یا چه میفهم اسرار تو رو نشر میکنم. اینها یک نوع اکراه معنوی محسوب میشن که در قانون مدنی هم به او اشاره شده. اما نوع دیگه از اکراه به نام اکراه به حق هست و نوع دیگه از او اکراه بدون حق. اکراه به حق همون اکراه مشروعه، اکراهیه که در اون ظلم و گناهی وجود نداره. ببینید، ما در قانون مدنی ماده 551 گفتیم که اکراهی باعث ایجاد اثر حقوقی، فسخ عقد، بطلان یا هر چیز دیگه میشه که بدون حق باشه. بنابراین اکراه ممکنه که به حق هم صورت بگیره. به عنوان مثال اگر که ما شخص مدیون رو تهدید بکنیم که اگه دین خود رو پرداخت نکنه ما به محکمه رجوع میکنیم و اون رو مکلف به فروش اموال از اون میکنیم، این نوع اکراه به ناحقی نیه، بلکه یک اکراه مشروع تلقی میشه. دکتر سنهوری در این مورد اکراه به حق گفته، میگه که اکراه معمولاً با استعمال وسایل غیر مشروع برای رسیدن به هدف غیر مشروع متحقق میشه. به عنوان مثال، مثلا تهدید یک شخص به قتل یا آتش زدن منزلش در صورت امتناع از انعقاد عقد، این نوع اکراه اکراه به ناحق گفته میشه. اما اگر از وسایل مشروع برای هدف مشروع استفاده بشه، این نوع اکراه اکراه به ناحقی نخواهد بود. اما اکراه بدون حق اکراهی هستش که از روی ظلم صورت گرفته باشه و همونطور که دکتر سنهوری تعریف میکنه، میگه که از وسائل غیر مشروع برای رسیدن هدف غیر مشروع استفاده میشه. خود اکراه بدون حق هم به اکراه تام و اکراه ناقص تقسیم بندی میشه که هر کدوم از اونا آثار حقوقی متفاوتی رو داره. ماده 553 قانون مدنی میگه که اکراه تام عبارتند از تهدید به خطر فاحش جسمی یا مالی و تهدید به خطر غیر فاحش اکراه ناقص نامیده میشه. بنابراین فاحش یا غیر فاحش بودن خطر رو مبنای تفکیک بین اکراه تام و ناقص در نظر گرفته، که البته این مسئله هم خب جای بحث داره، چرا که یک معیار و ملاک خیلی مشخص و ملموس نیه. ببینید، ما در بحث قبل میگفتیم که قانون مدنی مشخص کرد که 15% به بال 15% یا به بالا بالاتر از 15% قبل فاحش محسوب میشه، اما در بحث اکراه ما یک همچین مسئله و یک همچین ملاک ملموسی رو نداریم که بگیم این قبل بوده یا نه، اکراه بوده یا نه. عذر میخوام. بنابراین در اکراه تفکیک بین اکراه تام و ناقص همونطور که گفتیم فاحش یا غیر فاحش بودن خطر جسمی رو بیان کرده، که این مسئله هم ممکنه با توجه به اوضاع احوال و با توجه تشخیص قاضی متفاوت باشه که قاضی تشخیص بده آیا اکراه تام بوده یا ناقص. اما در ارتباط با اثر اکراه تام گفته میشه که رضا رو از بین میبره و اختیار رو فاسد میگرداند، اما اکراه ناقص رضا رو از بین نبرده و اختیار رو فاسد نمیگرداند. ما یک توضیح در ارتباط با اختیار و رضا ابتدا بگم برای شما. اختیار در لغت به معنی قدرت بر انجام کار به اراده خود از او هست، و یا آزادی و تسلط داشتن بر عمل رو به نام اختیار میگن. بنابراین اگر اکراه تام می باشه تا وجود داشته باشه، همین آزادی عمل و اختیار و تسلط بر عمل رو فاسد میکنه.
اختیار در اصطلاح از معنی لغوی از او هم دور نیفتاده و به معنای توانایی انتخاب تعریف میشه، به صورتی که فرد قادر باشد از بین چند موقعیت ممکن و مقدور اراده خود را متوجه رفتار خاصی بکنه بدون اینکه تحت فشار داخلی یا خارجی باشه. بنابراین در مواردی ما میتونه بگیم شخص اختیاراً عملی را انجام داده که بتونه بین چندین موقعیت یک کدوم انتخاب بکنه بدون اینکه تحت اجبار باشه. اما رضا چیه؟ رضا در لغت به معنی خوشنودی، خرسندی و موافقت و در معنی اصطلاحی از او هم رضایت در معاملات به اشتیاقی تعریف شده که در پی سنجش سود و زیان و تصدیق به مفید بودن عقد در ذهن به وجود میاد و نفس را به سوی انشای مفاد آن منعقد میکنه. این تعریفیه که دکتر امامی از رضا انجام داده. بنابراین رضا رو میتونیم بگیم که رغبت و میل شخص و انجام معامله رو به نام رضا میگن، اما اختیار رو در حقیقت اراده آزاد از او و آزادی عمل در انجام معامله رو به نام اختیار میگن. این تفکیکی بود که از اختیار رضا اگه بدونن بد نخواهد. بنابراین اکراه تام همونطور که گفته رضا رو از بین میبره، یعنی اشتیاق به انجام عمل رو از بین میبره و در علاوه از او اختیار شخص و آزادی اراده از او برای انجام معامله رو فاسد میکنه. اما اکراه ناقص تنها رضا رو از بین میبره. اما در ارتباط به شروط اکراه، اولین شرطی که وجود داره این هست که قدرت مکره، به نوعی که مکره توانایی انجام عمل رو داشته باشه. مثلا اینکه یک طفل 2 ساله 3 ساله مثلا شما رو تهدید بکنه که من شما رو میکشم، دیگه این نمیتونه به عنوان یک اکراه تلقی بشه. ماده 556 قانون مدنی هم میگه که اکراهی که رضا را از بین میبرد وقتی اعتبار دارد که شخص تهدید کننده به اجرای عمل تهدید قادر باشه. پس یکی از شروط اکراه اینه که شخص مکره در حقیقت قادر باشه به انجام عمل. دوم اینه که مکره به زن منتهی به علم تشخیص بدهد که مکره تهدید خود را عملی خواهد کرد. بنابراین به نوعی اطمینان برای شخص حاصل بشه که او فرد حتما این تهدید خود رو عملی میکنه. ماده 556 قانون مدنی باز هم در این مورد میگه شخص تهدید شده وقوع اکراه را در صورت عدم اجرای موضوع تهدید به گمان غالب حتمی پندارد. سوم اینه که مکره تحمل مشقت و تکلیف رو داشته باشه. موضوع چهارم اینه که موضوع اکراه اتلاف جان و مال و آبرو و این مسائل باشه. دیگه اینکه تهدید عاجل باشه. و نکته دیگه وجود داره که مکره قبل از انجام وقوع اکراه میگه قصد انجام عمل رو نداشته باشه. ببینید تعریفی که از اکراه صورت گرفت، گفتیم که به انجام عملی که به اون رضایت نداشته باشه. اگه که شخص قبلا خود از او انجام به انجام از او معامله یا عقد رضایت داشته باشه و قصد انجام از او داشته باشه و شخصی حالا تحت اکراه بیاد اون امضا بکنه، بگه که امضا بکنه، دیگه نمیتونه به عنوان اکراه تلقی بشه. و نکته آخر که وجود داره اینه که بین تهدید و مکره علیه تناسب وجود داشته باشه. اما از لحاظ آثار حقوقی، ماده 558 میگه هر گروه وقوع یکی از انواع اکراه در ابرام عقد ثابت بشه، عقد صحیح نیه. حتی صحیح بودن رو نبودن رو مثلا نگفتی که باطل یا مثلا فاسد در حقیقت منعقد میشه. بنای ابهام وجود داره. ماده 559 میگه هرگاه اکراه در مورد عقدی که از عقود قابل فسخ صورت گرفته باشد تهدید شده میتواند بعد از رفع آن عقد را فسخ نماید. این عقد با مرگ تهدید کننده یا طرفین عقد از بین نرفته و ورثه متوافق قائم مقام او شناخته میشه. در ارتباط با در حقیقت قابل فسخ بودن عقود، بعضی از عقود قابل فسخ هستند مثل خرید و فروش یا اجاره و هبه، اما بعضی از عقود غیر قابل فسخ هستند مثل ازدواج یا طلاق. اینها دیگه
اگر که توام با اکرا و الزام باشه صحیح تلقی میشه، چرا که از جمله عقود قابل فسخ نیستن. و ماده 560 قانون مدنی میگه که اگه شخص تهدید شده بعد از رفع تهدید به صورت صریح یا ضمنی به اون عقد رضایت داشته باشه، عقد صحیح تلقی میشه. این توضیحات در ارتباط با عیوب قصد بود. امیدوارم جلسه امروز مفید بوده باشه. موفق و پیروز باشین.